امروز در بخش حال شما در رابطه با زخم‌های جلدی صحبت می‌کنیم و شما هم می‌تونید سوالات خود با ما شریک بسازید. دکتر سلیم‌شاه میا مهمان ما هستند، متخصص جلدی، و منتظر سوالات شما هم هستیم. سلام، صبحتان بخیر. علیکم سلام، من سلام خدمت شما و بنیدای عزیز تقدیم می‌کنم. بسیار خوش آمدید جناب دکتر صاحب. بخیر باشید. زخم‌های جلدی چیست؟ آیا انواع و اقسامی هم داره؟ خب زخم در مجموع اگر ما شما فکر کنیم از اثر یک انتان به وجود میاد. انتان عبارت از یک ویروس میباشه. ویروس یکی از مایکرو ارگانیزم های بسیار کوچک، یک موجود حیه بسیار کوچک در دنیا میباشه که توسط همین ویروس که به نام هیومن پاپیلوما وایرس یا HPV یاد میشه که سب گروپ های مختلف داره، یعنی ویروس های مختلف در گروپ شامل میشه، از اثر ویروس در جلد به وجود میه. انواع داره؟ بله، انواع مختلف داره. وارتس یا مردم ما شما به نام سول هم یاد میکنه، اما اصطلاح تیبیش عبارت از وارتس یا ویریکو هم یاد میکنن که یک در مردم به نام زخم را میشناسن. زخم ساختمانی است که در سطح جلد خفیفاً میتونه برجسته باشه، ساختمان درشت و کلفت و سخت میباشه که به شکل یک گلپی کوچک در سطح جلد قابل رویت میشه. یعنی زمانی است که ماها از این تیر شد، یعنی زمانی که یک کس مصاب زخم میشه، این قبلا ماهای پیش به تماس یک کس دیگه بوده که احتمالا او زخم داشته و به جلد این شخص پس رسیده. از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. بله، ساری است، قابل انتقال است. به او خاطر ما شما باید احتیاط کنیم. کسایی که زخم دارن دنوایی که زخم موجود است، یعنی با هم یک لمس عادی به فرد دیگه انتقال میکنه؟ خب با یک لمس عادی، خب اگر ما شما تدابیر وقایعی را بگیریم، بعد از اینکه لمس میشه دستای خود با آب پاک و صابون و مثلا انتیسیپتیک و شوینده ها بشویم، دستای ما شما پاک میشه. اما اگر نشویم، اما بعد از چند لحظه امکان داره که به خاطر که ویروس و زخم میتونه که در جای مختلف باشد، در آب، در هوا، در خاک، در گرد، حتی در مثلا حوض آب بازی، در امام سونا، در بعضی قسمت هایش البته که حرارت کمتر است، در حمام، در سقاوه و بعضی قسمت های دیگر، و وسایلی که همون شخص استفاده می کنه، هرگاه او وسایل ما شما بگیریم و به تماس جلد برسه، و یا ای که کسی که خودش مصاب زخم است، امونایی که مصاب زخم است یا وارتس است، او را به اصطلاح بکنه و یا او را کوشش کنه که با وسایل مثل چاقو و ناخونگیر او را از بین ببره یا تخریش کنه یا تخریب کنه، باعث انتشار در ساعات مجاور جلد امو شخص میشه. اگر امو وسایل تصادفاً کسی دیگه استفاده کنه، باعث سرایت و انتقال پیشه اشخاص سالم شده میتونه. بله، در کدام قسمت های بدن دیده میشه زخم ها؟ جایی به خصوصی داره یا ممکن است در هر قسمت بدن دیده شوه؟ خب ممکن است که در هر قسمت بدن دیده شوه. زخم ها معمولا به چند نوع است که به صورت خلاص خدمت شما ذکر میکنم. یکی زخم های هموار است که صرف در ناحیه صورت یا در ناحیه روی دیده میشه، بیشتر پیش اطفال، و او هم به دو شکل است. یکی زخم های است که خفیفاً برجسته است از سطح جلد، و دیگه زخمی است که به شکل رشته مانند است که پیش کسایی که معمولاً ریش خود تراش میکنند و تصادفاً یک سطح تخریش میشه و زمینه مساعد میشه به خاطر نفوذ زخم، نفوذ ویروس زخم. و همچنان زخم میتونه که در کف پا با وجود بیاید، در کف دست ها با وجود بیاید، و همچنان میتونه در نواحی تناسلی با وجود بیاید، بالای لب و داخل زبان و بعضی قسمت های دیگه، اطراف چشم، اطراف بینی میتونه به وجود بیاد. البته زخم میتونه که انواع و اشکال مختلف داشته باشه، میتونه به شکل باشه که خفیفا از سطح جلد برجسته باشه، به شکل یک تومور بسیار کوچک، میتونه که سایزش به اندازه یک سنجاق باشه و بیشتر از او به اندازه یک نیم نخود، به اندازه یک مشت تا چندین سانتی متر میتونه برسه. همچنان از نظر تعداد میتونه که تعدادش وافر باشه، یعنی بسیار زیاد دیده شوه، و یا کم. و همچنان میتونه که به شکل هموار، خفیفاً برجسته، همرنگ جلد و یا کمک تیره‌تر یا نسواری کمرنگ در سطح جلد دیده شود زخم. بله دکتر صاحب، ای با میخک چیز فرق میکنه؟ خب
میخک یک حالتی است که شما اگر فکر کنیم تماس از فتانه جان بگیریم دوباره برمیگردیم. فتانه جان سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبحتان بخیر. بسیار خوش آمدین. میشه سوالتان مطرح بکنین؟ تشکر. زهیری مام از همین زخ برمدر پس از کشت در جلد برمدر بسیار بیش از از زیاد شده خمجر پس از سوال من که پرسان کنین ایره چه قصد کنم که تداری شده. تماس دقت نکنین. دکتر صبح سوال دارین؟ خب من از اینا یک سوال دارم که اینا چند سال هستن و چقدر وقت میشه که زخ پیدا شده؟ 18 سال هستم. خب در کدام قسمت های شما هست؟ بستر از این جلد مادری روی مامن آن در یک مدت شده که در برد دست مام برامده در روی مام برامده بخیر بستر که روی ما گرفتن. خب خب بسیار بسیار تشکر، زنده باشید. خب پاسخ سوال کننده باید بگیم که نظر به این که زخم میتونه که انتشار کنه یا قابل سرایت باشه منتشر شده و پیش خود شخص بله. در جایی که زخم وجود می در قدم اول ما شما باید کوشش کنیم که او را شناسایی کنیم و او را تشخیص کنیم که آیا زخم هست یا نه. در صورتی که مشکوک می باشیم میتونیم که از بزرگای فامیل یا از کسایی که از ما که تجربه دارن از فامیل ما باشه پیش اونا یک حداقل یک بار او را نشان بدیم کمی چی است و بهتری است که پیش یکی از متخصصین جلدی مراجعه شود در مرحله نخست یا در روزهای اولیه تا ای که اگر زخمی باشد تداوی لازمه نظر به تعداد و نظر به نوعیت زخم، نظر به موقعیت زخم ها و نظر به این که در کجا موقعیت داره تداوی لازمه صورت بگیره. این همشهری ما گفتن که من ماها میشه که دانایی صورت و گردن و تقریبا و تمام بدن من اینا گفتن که در جای زیاد از بدنم یا پوستم زخم ها وجود داره. بهتری است که اینا پیش یکی از دکتر صاحبای متخصص جلدی مراجعه کنن. زمان که اینا مراجعه میکنن است دکتر صاحب متخصص از اینا یک ارزیابی صورت یعنی یک ارزیابی میکنه وضعیت سی این مریض در صورت که مقاومت بدنش پایان باشه، در صورت که بعض ادویجات بگیره که معافیت بدن پایان بیاره، در صورت که یک رژیم غذایی نادرست بگیره باز هم مقاومت بدن کم میشه و باعث انتشار زخم شده میشه. همچنان حالات که اگر امی خوراک ما متوجه نشده باشه زیاد لیف کنه، کیسه کنه، امونوایی که زخم داره او را با دست خود بسلا بخوره و باعث انتشار خود زخم در تمام نوایی جلد بدن شده میتونه. به خاطر که ویروس زخم کوچکترین موجود حیه است که در دنیا وجود داره، یعنی یک ویروس بسیار کوچک و خرد است که با چشم شما قابل دید نیست. زمانی که ما شما زخم میخوریم یا دست میزنیم و در زیر ناخون ما امو ویروس جا میگیره، وقتی که ما شما دیگه نوایی بدن خود تصادفاً دست میزنیم یا میخوریم در اون قسمت خود ویروس زخم به اصطلاح زره میشه یا تلقی میشه داخل جلد میشه و زخمهای جدید و زخمهای نو بعد از یک مدت پیدا میشه. دیگه توصیه ما به اینا ای است که یک رژیم غذایی بسیار خوب بگیرن که شامل پروتئین ها، سبزیجات، میوه‌جات باشه که مقاومت بدنشان بلند برد. در صورتی که قوه دفاعی بدن ما شما درست باشه یا یعنی مقاومت بدن ما شما کافی باشه در مقابل ویروس ها خود بدن مبارزه میکنه و ویروس ها را نمیمونه که در بدن منتشر شوه، پراگنده شوه و سایر اعضای بدن بگیره و تداوی های هم وجود داره که اینا پیش یکی از دکتر صاحب مراجعه کنند. دکتر صاحب یک تماس دیگه هم داریم. محمد نعیم از دشت برچی. سلام، صبحتان بخیر. صبح شما بخیر ایمال جان. سلام خدمت شما و خدمت مهمان شما. بسیار خوش آمدید. میشه سوالتان مطرح بکنید؟ ببخشید دکتر صاحب، دوستی ما میشه که می یک لکه سفید پشت چشم دخترک پیدا شده. بله. لکه سفید خورد. ی رای علاج داره، ای پیش دکترم بردیم، دکترم دوا را ای تاثیر نکرد، تقریبا دو ماه میشه دوای دکترم میخورم، ای تاثیر نکرد. خب برادر گل طفلک چند سال است؟ طفلک 6. خب بسیار بسیار تشکر، زنده باشید. خب با پاسخ برادر ما بگیم که گفتن طفلک 6 سال 7 سال است، در پشت چشمشان یک لکه سفید پیدا شده. ای که لکه سفید خدا نخواسته پیس هست یا نیست، شاید یک خشکی معمولی باشه یا اینکه خدا نخواسته شروع یک حالت لکه‌های سفید امکان داره باشه. به او خاطر بهتری است که عمو دکتر صاحب قبلا دیدن یا اگر میشه پیش یکی از متخصصین جلدی همین طفلک
ببرند تا ای که از نزدیک دیده شود و تشخیص لازمه صورت بگیره. انشالله که قابل تداوی است و اینا تشویش نکنه. در مورد تداوی زخم ها بگویم که چطور و چگونه تداوی میشه؟ خب در قسمت تداوی زخم ها ما نظر به ای که زخم در کجا موقعیت داره، تعدادش چقدر است و ای که زخم ها به چه شکل است، کدام نواحی را گرفته، مثلا در زیر ناخن است یا اطراف ناخن است یا در روی است یا در پا یا در قسمت های دیگه، ما نظر به موقعیتش، نظر به تعدادش، نظر به شکلش تدابیر هایی که لازم است بر مریض میکنیم. تدابیر وقایوی قسم است که ما مریض هم میگیم که نوایی که زخم داره به هیچ صورت را نکنن، دست نزنن، تخریش نکنن، تخریب نکنن ناحیه را و خودشان کوشش نکنن کوره بکنن یا تداوی کنن، کی کار بسیار نادرست است، بخاطر که با دز زدن، با شقیدن، با کیسه کردن، لیف کردن یک تعداد کسا هم را ناخونگیر میکنن. بله بله، این کار بسیار نادرست است، بخاطر که همون ناخونگیر امکان داره که سایر اعضای فامیل از اون ناخونگیر استفاده کنه، باعث سرایت شود و این که دوباره برمیگرده. یک کسی هم که حالا امرای ناخونگیر اینو از بین میبره، این زخم دوباره رشد میکنه. بله، بخاطر که فکر کنین مریم جان، زخم مانند یک گلپی کوچک است. اگر ما شما گلپی را در نظر بگیریم، او شاخ و پنجه و ریشه که در داخل زمین داره، اگر ما شما گل همین گلپی را برداریم، اما ریشهش در بین جلد میمانه تا زمانی که ریشه خود زخم در داخل جلد تخریب نشه، با تداوی های لازمه که از طرف متخصص جلدی صورت میگیره، امکان داره با لایزر یا باز تداوی های دیگه یا با عملی جراحی یا استعمال بعض دواها قسمی که بله گنایت تراش شوه، پاک شوه که به اصطلاح ریشه یا اجسام کوچکه که در جلد است، تا که او پاکاری نشه از سطح جلد نمیشه ما شما زخم از من ببریم. بله، با قایچی کردن نمیشه. بله. هدیه جان پشت خط هستن. سلام هدیه، میتونی سوال تا بپرسی؟ بله سلام. بفرما هدیه جان سوال تا بپرس. میبخشی ما به خاطر در روی ما یک دفعه قسم دانه میبرایم مثل برنجه کاری است، مثل نمیفهم چی است، پیش دکترم زیاد رفتیم دیگه چی است، دکترم فقط هم دوایی چه خوشکون میتوام هم دوایی میفهم خوب است که نمیفهم مطفق بود دانه میبرایم. سوال نداریم؟ نخیریم. تشکر هدیه جان. خب هدیه جان را باید بگویم که اینا از تدابیر وقایوی را باید بگیرن، یعنی حداقل روزانه یک بار دو بار با یک صابونی که یک کیفیت خوب داره، مثلا یک صابون دیتول که انتیسیپتیک داره در ترکیب خود و جلد خوب پاک میکنه، از او شوینده استفاده کنه، یک بار دو بار روی خود با آب پاک و صابون دیتول بشویه و در ضمنش بعضی غذایی که ما شما میخوریم باعث تحریک و یا با وجود آمدن بخارها در روی میشه، مثلا خوردن زیاد مغزیات، خستباب، مرچ و میوه خشک، اینا را قطع کنه و روی خود پاک نگاه کنه، دستمالش باید علیحده باشه و در ضمن موقعی که اگر یک بخار میبرایه او را پچق نکنن، فشار نتن تا اینکه باعث سرایت در جلد مجاور نشه. تشکر. تشکر جناب دکتر صاحب. ما وقفه میگیریم ولی پس از وقفه دوباره برمیگردیم با قیس واحدی، نویسنده کتاب هست، میخوایم بیشتر صحبت داشته باشیم. سلام دوست عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک بکنین و برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک بکنین.